درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است. در روزهای چهارشنبه همونطور که مطلع هستید قریب یک ساعت در خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید که یک حکایتی از بوستان خدمت شما بخوانم. اشاره است به محمود و عیاض. این داستان سلطان محمود و عیاض هم یک فصل خیلی جالبی در تاریخ و ادبیات ایران هست. بعد به تقلید او پادشاهان دیگر هم می آمدن، یه غلامی چیزی و خلاصه که اون ادای اون رو در بیارن، اما نه هرگز به بخشش های محمودی رسیدن نه در واقع به فتوحات او. و داستان عیاض خیلی 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 مشهور هست که آیا عشق این مرد به این عیاض از چه نوع بوده، و حکایت های مفصل و شیرین در این باب بسیار هست. سعدی به گمان من آمده است اینجا یک تعدیلی کرده و یک توجیهی کرده است که آقا مثلا عشق محمود به عیاض عشق معنوی بوده، یک داستانی ساخته و در اینجا وارد کرده است. اینجا من خدمتتون میخونم. میگوید یکی خورده بر شاه قزنین گرفت. قزنین نیست، بسیاری از دوستان حتی دوستان فاضل میگن قزنین، قزنین. بله، یکی خورده بر شاه قزنین گرفت. قزنین در افغانستان میدونید. که حسنی ندارد عیاض ای شگفت. آقا این عیاض قیافه هم نداره، حسنی نداره. گلی را که نه رنگ باشد نبوی، غریب است سودای بلبل برو. سودا اینجا به معنای عشق و شیدایی است. یک کسی گلی که رنگ و بو نداره، این بلبل خیلی عجیبه که شیفته بشه اونجا. به محمود گفت این حکایت کسی، بپیچید از اندیشه بر خود بسی. که عشق من خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای دلجوی اوست. شنیدم که در تنگنای شتر بیفتاد و بشکست صندوق در. حالا حکایت رو آغاز کرده است سعدی، اینا رو احتمالا خودش ساخته. میگوید شتر 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 افتاد و صندوق در شکست و پخش شد. البته به یغما ملک آستین برفشان، در اونجا و از اونجا به تعجیل مرکب بران. گفت مال شما، سوارانی که پشت سر من رسید، این گوهرها و اینها مال شما. خب حالا چه اتفاق افتاد؟ سواران پی در و مرجان شدند، ز سلطان به یغما پریشان شدند. همچی که حساب در شد و اینها، دیگه کسی پشت سر سلطان نموند، همه ریختن که غارت کنن. بله بله، نماند از سواران گردن فراز، کسی در قفای ملک جز عیاض. تنها کسی که نرفت دنبال اون داستان چیزی به جیب بزنه عیاض بود، که نرفت و تکون نخورد و پشت ملک رو، یعنی پشت شاه رو خالی نکرد. به دو گفت که ای دل بر پیچ پیچ، زیغما چه آوردی؟ گفت هیچ، من اندر قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. گفت عیاض چی آوردی از حکمی که من دادم؟ گفت هیچی قربان، من در خدمت شما بودم، از خدمت به نعمت نپرداختم، یعنی پشت شما رو رها نکردم. گرت قربتی هست در بارگاه، به خلعت مشو غافل از پادشاه. خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. تو را تا دهن باشد از حرص باز، نیاود به گوش دل از غیب نیاید. به گوش دل از غیب راز، حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوس
گرد برخواسته، نبینی که جایی که برخواست گرد. بله اینطور هم میشود خون. حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی که جایی که برخواست گرد. نبیند نظر گرچه بیناست مرد. نصیحت کرده در آخر. در باب این داستان این ایاز و محمود حکایت ها هست. یکی از جالبترین اینها در چهار مقاله است. چهار مقاله نوشته عرض میکنم که نظامی عروضی سمرقندی. میگوید که سلطان نشسته بود، یک الماس خیلی درشتی در دستش بود، وزرا رو صدا کرد و اینها، گفت این رو خرد کنین. دستشون نمی رفت برای شکستن این الماس تا دادن به ایاز، بلا فاصله زد شکست. گفتن آقا چه کردی؟ حالا استنتاج رو ببینید. گفت که حرف پادشاه ارزشش بیشتر از همین حرف هاست. به محضی که دستور صادر کرد منم شکست. بله نتیجه داستان این است که کسی که قدرت در دستش هست هرچه گو حق آن است، حق آن است. خب ملک میگویند که کلام ملوک، ملوک الکلام. خدمت شما عرض میکنم که این داستان جمهوری اسلامی هم داستان جالبی است. حقیقتا آدم رو به یاد داستان بنی امیه میاندازد و بنی عباس. در زمان بنی امیه که قریب 100 سالی بود، مردم شاکی شده بودند که آقا ظلم و ستم خیلی است، چنین و چنان. را عرض شود که دو دور از بنی امیه، یک بنی مروان داریم که بچه های مروان ابن حکم هستند، و بنی امیه که از البته اونم اون بنی امیه بود، ولی به هر صورت بنی مروان هم میگویم. قریب 100 سال بعد که ظلم و ستم زیاد شده و انقلاب ها علیه تشکیلات بنی امیه از حضرت علی ادامه دارد تا بچه های حسن و غیره، تا سرانجام از اولاد حسن ابن علی، از اینکه از اولاد عباس در واقع، کسانی پیدا شدند و یک مرد نیرومند بسیار بسیار هوشیار به نام ابو مسلم مروی خراسانی که آمد و این بساط بنی امیه رو درپیچید و بن العباس رو گذاشتن از سر کار. اندکی نگذشت که معلوم شد این بنی عباس هزار بار از اون بنی امیه خونخوارترند و هیچ در واقع ملاحظه ای رو در نظر نداشتن، کما این که ابو مسلم کسی که اینها رو به قدرت رساند، وقتی که این صفاح لقباشون رو ببینید، صفاح یعنی در واقع صیغه مبالغه است، یعنی بسیار خونریز، کسی که کار شغلش خونریزی است، و این صفاح عرض کنم خلیفه شد و برادرش منصور رو فرستاد به خراسان. رفت اونجا، شوکت و هیبت و حشمت ابو مسلم رو دید، آمد گفت تا این ابو مسلم هست این حکومت در دست ما محکم نمیشه. برادر گفت آقا به ما خدمت کرده اینها. گفت نه، خدمت چیز دیگری است، از دست دادن قدرت و حکومت چیز دیگر. و عرض شد که ابو مسلم هم بسیار جاه طلب بود و طرح‌ها در سر داشت. آمد با 6000 تن خراسانیان که برود به مکه و از این صفاح خواست که او رو امیرالحاج کنه، ملک الحاج. خیلی افتخار بود که یک کسی از طرف خلیفه ملک الحاج بشه. حافظ میگوید جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. باری این منصور به صفا گفت اگر ایشون ملک الحاج بشه پرستیج دینیش هم بالا میره و برای ما درد سر میشه، شما این شغل بش ندین، به من بدین، من خودم میرم. و
حالا کوتاه سخن اون که در راه بودن که این صفا مرد و همین ابو جعفر منصور دوانیقی خلیفه مسلمین شد و فرمان داد به ابو مسلم که شما برو و این پسر ابن عم من که قیام کرده با اون جنگ کن. ابو مسلم رفته جنگ کرده و تمام غنایم رو گرفته و فرستاده و اینها، و لقب منصور جهت این فتح ابو مسلم بوده است و اینها، و بعد آدم فرستاد که ابو مسلم بیا من با تو کار دارم. کسانی که همراهش بودند گفتن ابو مسلم این طرحی برای شما دارد، نرو. و ابو مسلم ابتدا نرفت، اما باز آدم فرستاد، سوگندها خوردن، قرآن در میان گذاشتن اینها که من فقط با شما یه کار کوچک دارم، میخوام شما رو ببینم. و بد نیست که یک وقتی از متن تاریخ این گفتگوی ابو جعفر منصور با ابو مسلم رو بخوانیم، این دیالوگ هولناک و هیجان انگیزی سر اینها. و هر صورت ابو مسلم خراسانی سپاه رو گذاشت و آمد به درگاه منصور، و اون هم تعدادی آدم گذاشته بود پشت پرده، ابو مسلم رو کشتن. در اوج جوانی و این کینه ابو مسلم هرگز از زیر ایرانیان بیرون نرفت. یعقوب لیث میگوید مباد اون کسی که بر بنی عباس اعتماد کند. ببینید که با خاندان سعد و برمکیان و بو مسلم چه آوردن. باری کشتن خاندان برمکیان هم، اینها خادمان همین تشکیلات هارون بودند و اینها پسران اینها خانواده بزرگی بودند، قدرت و حشمت فوق‌العاده داشتند. در یک شب دستور داد این هارون سر همه اینا رو بریدن، و به طور کلی بنیاد این خاندان برامکه رو برانداختن. مقصود این که، و چه جنایات دیگر، مقصود این که این آخوندها روزی که آمدن و با کلاهبرداری آمدن، آقای خمینی بزرگترین کلاهبردار تاریخ مملکت ماست، با چه عجز و انکساری حرف میزد زمانی که در زیر اون درخت بود، مرتب پخش میشد تصاویرش، نماز میخوند و گفت که مژدگانی که گربه عابد شد، عابد و تائب و مسلمان ها، یه ادن پشت سرش نماز میخوندن. از این کرواتی هم بودن چند نفری، آدم احمق کسیست که بره دنبال آخوند دوزه نماز هم بخونه پشت سر آخوند. باری مینشست و از آزادی صحبت میکرد و نمیدونم از چیزهایی میگفت، و برای خودش گفتم عجب آخوند روشن فکری این آقا، این برکتیست آمده برای ایران، نمیدونم آقا چه نکبتی داره وارد میشه. بعد ورود کرد به ایران و رفت سر اون قبرستان معروف و سخنرانی کرد، و همه حرفاش هم سیاسی بود، اونجا چیزی از اسلام و اینا نبود. و بعد اینا در بین خودشون بعد از هزار سال گدایی، واقعا اینا گدا بودن، در ردیف گدایان بودن، حالاش هم همونن طبعشون، حالا پولا رو میدوزن ولی طبع گدایی هنوز هست. بعد 1100-1200 سال گدایی، هر سبت که اینا بوی قدرت و پول شنیدن، مصمم شدند که حتما این رو نگه دارن. گفته ای آخوندها به نگه دارید، اگر به جایی رسید که از بین اسلام و این قدرت که در دست شماست یکیشو میخواید نگه دارید، قدرت رو نگه دارید، اسلام رو زیر پا بگذارید، از بس گرسنگی خوردید مردید ای آخوندها. بله، و اینا مصمم شدن که به هر قیمتی، به هر بیشرافتی که هست، به هر قیمت، هر جنایتی که هست، اینا دیگه این
چوب و چماق قدرت رو رها نکنند، رها نکنند. شما ببینید که چه جنایاتی کردن اینها، و در هیچ جای تاریخ شما سراغ ندارید که قاتل معزز و محترم بگرده و حق مقتول یا قربانیان یک سره پایمال بشه. اصلا چنین چیزی دیده نشده در دوران مغول، که ما همواره به عنوان دوران ستمکاری و ظلم و اینها بهش اشاره میکنیم، دوران کشتار بوده. خب چیزی شاید حدود بیشتر از 15 میلیون ایرانی کشته شده. و بعد حکومت مغول آمد. به معنی که حکومت مغول تشکیل شد و حاکمان مغول بر سر کار آمدن، عدل و داد اینها آغاز شده، دلجویی از دانشمندان، بازگرداندن مردم به سر مزار، پشتیبانی از مردم و اینها. و هرگز این وضعیت نبوده، هرگز نبوده. این قتل‌های زنجیره‌ای این کارهایی بوده که بنی عباس میکرده و بنی امیه میکرده، خصوص بنی عباس، که شما تیمهای آدم کش بفرستی و بعد برون این مرد نمیدونم 70 و چند ساله، یک بانوی 70 و چند ساله با کارد بکشن. سه تیم، یکی موفق نشد دیگری، و اون بقیه مختاری و دیگران اینا رو به قتل برسانند که هیچ مخالفی باقی نماند و هیچ آوای مخالفی از گلوی کسی، در حالی که این درد و رنجی که مردم بردن برای انقلاب برای یک ذره آزادی بود آقا، نه برای اسلام بود، نه برای حج بود، نه برای جهاد بود. هیچ یک از حقوق ملت رعایت نشده. این خانم نرگس محمدی آقا یک سخنرانی کرده، حرف زده، 4 کلام حرف زده، 4 انتقادی، خب خیلی دلاورانه سخن گفت. سر قبر ستار بهشتی چند سال بعد از مرگ اون جوان این خانم 4 کلمه حرف زد، بگیر و ببند شد و اینها. یکی از اتهاماتش همکاری با داعشه. شما فکرش رو کنید، این خانم کجا، داعش کجا؟ 16 سال حبس. خب اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما تا چند دقیقه دیگر. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب قدرت و زور و آدمکشی صحبت کردیم. عرض می شود که در زمان آقا محمد خان قاجار اینها خاندان زند دشمنی داشتن. در واقع دستور دادن که هر چی زندی است به قتل برسانن، و همین کارم کردن، طوری که میگن یک نفر باقی نمون. باری اجازه بفرمایید که خطها رو باز کنیم و با چند هموطن صحبت کنیم، ببینیم نظر شما چیست. در باب انتخابات آمریکا هم اگر سوالی هست یا نظری هست، چون مدتی است با شما حرف نزدیم، صحبت میکنیم. تلفن استودیو 818-342-3031 هست. میتوانید تماس بگیرید تا با هم یک گفتگو داشته باشیم در باب همین مطالبی که گفتم. معمولا هموطنانی که سوالی دارن، حرفی دارن، نگه میدارن. بعد در باب یک موضوع خاص که سخن گفته میشه
و خطا باز میشه، انتظار این است که در باب اون موضوع حرف زده بشه، ولی هموطنان به یاد میارن که سوالات دیگری داشتن از روزگار قدیمتر، هیچ اشکالی هم نداره و در اون باب صحبت میکنن یا سوال میکنن. بله، در ادامه این بحثی که خدمتون کردم، مردم ایران در اواخر قاجار خسته و بیزار شدن از وضعیتی که خاندان قاجاری بر ملت روا داشتن و در روزگار میرزا تقی‌خان هست که نخستین بارقه های اندیشه نوع سیاسی در فضای کشور باز میشه. اتفاقات اروپا، عرض کنم انقلاب فرانسه، اینها باعث شد تا روشنفکران هم پیدا بشوند و مدرن فکر بکنند. مدرنیته در همه قضایاش در واقع از قلم این در واقع روشنفکران اون است، مثل طالبو، مثل میرزاخان کرمانی و غیره و اینا ظاهر میشد و مردم به وجد آمدن. ایرانیان تنها کشوری بودن و ملتی بودن در دنیای سوم که جستجوگر انقلاب شد. بفرمایید. درود بر شما. الو. قصیده معروف کیست که پیغام من به شهر شروان برد، اینه در کدوم کتاب میشه پیدا؟ چون تو کامپیوتر هرچی میزنم نمیاد، در کجا میشه پیداش کرد؟ عزیزم، این قصیده متعلق است به محمد ابن جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی. بله. و شما در دیوان ایشون باید بگردید. دیوان خود ایشون. بله. کیست که پیغام من به شهر شروان برد، یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. گوید خاقانیا این همه ناموس چیست؟ نه هر که بیتی بگفت لقب ز خاقان برد. خیلی قصیده فصیح و بلندی است. خیلی متشکرم از یه سوال دیگه داشتم در مورد مولوی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در توسط آقای دکتر مهراسا یا آقای کسروی قبلا بهش حمله میشه و به حساب خیلی مطالب ایشون رو مطرح میکنن در مورد این که بایستی کافر را بچه هاش کشت و شعراش میارن. میخواستم نظرتون رو بپرسم که شما در چه مورد به حساب نظر دارید. خیلی ممنونم، از تلویزیون من گوش میدم. خواهش میکنم عزیزم، اجازه بدید به هموطن دیگرم گوش کنید. بفرمایید قربان. ممکنه زیاد به موضوع برنامه‌تون نباشه، ولی در مورد انتخابات آمریکا و انتخاب آقای ترامپ بود به خصوص. بفرمایید. و اینکه خب فرض بر این بگیریم که به هر حال ایشون بخواد کاری برای مردم ایران بکنه، طبیعتاً ایشون باید با یه سری از نمایندگان مردم صحبت بکنه که ببینه اونا چی میخوان. بله. خب الان که اپوزیسیون که خارج از ایران هست، فرض کنیم بخشای زیادی هستن، ایشون میمونه که با کدومی که از این بخشا صحبت بکنه و حرف کدوم قبول بکنه. فکر نمی کنید زمان اون رسیده که این گروه هایی که همه بر علیه جمهوری اسلامی هستن زیر یه سقف گرد بیان، نمایندگانی انتخاب بکنن که آقای ترامپ با اونا صحبت کنه که به یک نتیجه برسه؟ من میخواستم نظر خودتون رو در این زمینه بدونم. خیلی ممنونم از برنامه های شما. خواهش میکنم عزیزم، خیلی ممنونم، لطف فرمودید دوست عزیز. خدمت شما عرض کنم که در باب مولانا جلال الدین عرض میشود که این مرد یکی از مفاخر زبان پارسی و یکی از بزرگان تاریخ مملکت ماست. مغالطه‌ای که مولانا رو محکوم می‌کند مغالطه پرزنتیسم است. پرزنتیسم یعنی ما شرایط امروز رو حاکم کنیم به روزگار قدیم و انتظار داشته باشیم که مولانا مثل گاندی فکر کنه مثلا. چنین نیست. مولانا
عرض میکنم که در یک محیط اسلامی بزرگ شده، با قرآن بزرگ شده، با دین بزرگ شده و بعد هم با یک مردی آزادهی برخورد کرده که یک تغییری در احوالش پیدا شده و در سن 40 سالگی تازه شروع کرده به شعر و شاعری و یک دریای عرض میشود که بیکرانی است آثار مولانا از معرفت. خب در یک همچین دفتری که بزرگترین دفتر شعر زبان پارسی است، فزون بر 80,000 بیت، یعنی کارهای مولانا از شاهنامه فردوسی هم عرض میکنم بزرگتر هست به لحاظ تعداد ابیات. خب در اونجا گرفتاری ها هم هست عرض شود که، ولی اندیشه های بلند و توضیحات زیبا فلسفی اینا هست و با مولانا بایستی همدل شد آقا تا بفهمی مطلب دستت بیاد. و اصاره و چکیده معنویتی که تصوف آورد در ایران شما در مثنوی میتوانید پیدا کنید. اینه که این دوستانی که از این صحبت ها میکنن این ضد فرهنگ و ضد عقل واقعا. این شخصیت بزرگ فرهنگی رو بیاد بشینید و نقد اشکالی نداره، اما حرفای لاتایل و نفی کردن و اینها کار به جایی نمیبره. از موضع نفی ما به جایی نمیرسیم، بلکه با تفسیر و تعبیر درست متناسب با زمان ممکن است ما از این گنج ها بتوانیم استفاده کنیم. در باب آقای ترامپ، این آقای ترامپ اونقدر گیج الان یک آدم به ساز و بفروش آمده و حالا میخواد دولت تشکیل بده، نمیدونه چی کار بکنه تا چه رسد به وضع ایران. ایران ته صفحه عزیز من. این آقا باید اول یه دولت تشکیل بده، بعد دولت رو تحویل بگیره. 1001 مشکل روز اول میزن رو سرش که اگر فرار نکنه خیلیه، چون این مرد مردی نیست که زیر فشار، اون هم فشارهای از این دست و این نوع که میز ریاست جمهوری آمریکا طلب میکنه بتوانه تحمل بکنه یا اصلا بتوانه حالا به این زودی به ایران فکر بکنه. اون عده‌ای هم که منتظرن که این دونالد ترامپ لشکر بکشه و نمیدونم دولتی نمیدونم آخوند رو سرنگون کنه و اینها، اون هم این کاسه های امید رو وارونه بذارن. همچنین خبرها نیست، از این خبرها نیست. زمانی تغییر در ایران اتفاق می افتد که مردم ایران یک بارچه بشوند برای حصول آزادی و تا این وحدت به دست نیاید در مملکت هیچ کس نمی تواند برای ایران کاری بکند، هیچ کس. اون زمان بایستی به ناچار در یک نقطه از زمان فرا برسد و مردم دریابند که همه با هم یا پیروز می شوند یا شکست. اما تاریخ نشون داده است که اتفاق و اتحاد حاصلش پیروزی است و تسلط ملت است و اون آب و خاک متعلق به مردم است. بنابراین من نمی بینم که این آقای ترامپ به این زودی حالا وقت پیدا کنه که اساسا فکر بکنه به موضوع ایران. زنده باشین. بفرمایید. سخنان گوهربارتون رو گوش میکنم اما یک گلایه هم دارم. بفرمایید. قربانت برم استاد گرم، شما اطلاع دارید از کل تاریخ ایران، حکومت قاجار و حکومت پهلوی. بله. این موقع این سخنان آقای جلال آل احمد در یک سیفر خیابون امیما میگفتن شا کنشد شما ایراد میگیرید هر اتفاقاتی که افتاد. آره که همه سخنان از گوهر داره میترسونی که آریامه در حالی که پای مثبت ایشون رو در نظر نمیگیرید.
اصلا کل حکومت پهلوی رو که ما چی بودیم در زمان خاجر و در زمان پهلوی چی شدیم در نظر نمیگیرید. شما خواهش میکنم این معلوماتتونه، این تجربتونه بیاره احمدیت بذارید. چرا؟ چون مردم ایران خود مردم سویس نیستن. ما شاگرده آقای مصدق خود دیدیم در سال 57 چه بلایی به سر این ملت دربدر بدبخت بوردن. من هم بچه نزدیکای جایی که خود به دنیا اومدیم جایور گل پایده. اما خواهش ازت میکنم در احمدی بیشتر دفاع کنید. ما به آدم های مثل شما نیاز داریم، احتیاج داریم که قاجر کی بود تکلی و تراخم و فلان و فقر و فلاکت و دربدری و اومدن پهلوی کی بود و چی شدی؟ و بعضی موقع مقایسه میکنی یه جیرایی کسی بود که زمان مهارزاشا هر روزی پنجه تا اعدامی ما داشته بلان داشته بیسته داشته والا به خدا یه نفر تو ایران مصدق و ندیگه نیسته نه دوست داره بین حالا وقت هم دیگه یه چه نفر برای سی استفاده برای سر قبل سی استفاده کنه. اما نتیجه نتیجه خوش شاگردان که دیدی کلی سر ما آوردن و قربان برم محفظ باشی و خواهش ازت میکنم این معلومات برای اونی که مردم 20% و هفت آبان شعار دادن در اون رابطه صحبت کنید. مردم اون رو خواستن. خیلی ممنون عزیزم، ممنون. دیگه من تکرار نمی کنم. خیلی ممنون، قربان شما، خیلی متشکر، محبت کردید، زنگ زدید. خب شما نظر خودتون رو فرمودید، بنده هم نظرم رو گفتم. اساره اون چه بنده عرض کردم و مقصود این که بنده جانش هستم این است که راهی به آزادی ببریم. دوست عزیز، استبداد از هر شکل و نوعش یک روزی سقوط میکنه، حکومت فرد ساقط میشه و این جریانات میشه دیگه. برم تو برم حکومت فردی وقتی یک تن پیدا شد، حالا من نام نمیبرم دوست محترم، یه چماقی به دستش گرفت و گفت هیچ که حالیش نیست جز من و مملکت منه و قانون قانون منه، من قانون هستم، این آخرش مملکت رو به باد میده. حالا از کدوم جبهه به باد بره معلوم نیست، جبهه خودی، جبهه بیگانه، چون مردم ناراضی میشن میریزن تو خیابونا و وقتی ریختن تو خیابونا میشود اینها رو جهت داد، به این سو کشید یا اون سو کشید. ثبات نداره دوست محترم، ثبات نداره استبداد و ثبات نداره دیکتاتوری و ثبات نداره زور. من ایکس و ایگرگ کاری ندارم، توجه فرمودید عزیزم. شما از کجا میدانید که فرض کنید که اگر حکومت قانون بر مملکت بود حالا مملکت ما چه شکلی داشت؟ حکومت قانون در مملکت ما نبوده، حکومت زور بوده و به اینجا رسیده. البته هیچ قیاسی نمیشه کرد حکومت محمد رضا شاه رو با این حکومتی که بر کار هست، اصلا قابل قیاس نیست. اما به هر صورت عرض کردم استبداد بی ثباته. چرا؟ به جهت اینکه بر یک نفر متکی است و این یک نفر کارش به فساد میره یواش یواش و خودخواهی و یه روزی سقوط میکنه، سقوط میکنه، محاله دیگه، نهایت به اندازه عمر اون آغاز دیگه و بعدش معلوم نیست چی میشه. این اساره چیزهایی بود است که ما عرض کردیم خدمتتون و اینکه اون چه ممکن است مردم رو به سعادتی برساند حاکمیت قانون و حاکمیت ملت هست، نه حاکمیت فردی و استبداد از هر شکلش و نوعش. ثابت شده استبداد کار نمیکنه. آقا سال 1974 بنده آمدم در این مملکت، تمام این کشورهای آمریکای جنوبی منها یکی دو کشور همه یک چماقدار داشتن. امروز چماقدار دیگه در قاره آمریکا نداریم، یعنی از کانادا بگیرید که آمریکای شمالی است و آمریکا، اینم جزء آمریکا، آمریکای مرکزی
و آمریکای جنوبی چماقدارا رفتن و مردم به راحتی دارن زندگی میکنن شاد و خوش. شما نگاه کنید این مردم برزیل چه عشقی میکنن، چه به خوله همش در حال رقصن و پایکوبی هستن. و مردم آرژانتین، مردم ونزوئلا، اینها، حالا یه دیکتاتوری داشت ونزوئلا که سرطان گرفت مرد و اینها، و بقیه که تا شیلی خوشحالترین مردم در این قاره میتوانید پیدا کنید. فقر هم جلوی خوشحالیشون رو نگرفته. اینها چیزهاییست که ما در این 20 سال عرض کردیم خدمت شما. صحبت‌های شما زیاد قابل اعتنا نیست. بفرمایید. یه دلیل خیلی بزرگ، اونم این که شما به مولوی محمد بلخی میگید مولانا، دیگه بقیه‌اش رو نمیتونم بگم. آیا شما هنوز مولا دارید؟ ببینید من چی میگم. خیلی ممنونم، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. قربونتون برم. مولانا، این مرد لقبش مولاناست عزیزم. مثنوی مولانا، مثنوی مولوی، اینا همش اشاره به یک شخص هست. من نمیدونم مقصود شما چیست. و همواره به این نام مشهور بوده است این مرد. مولا و مولوی و مولانا هر میشود که اسم خاص نیست، اسم عام هست. دو چیز رو این مرد به واسطه نفوذ شخصیتش به صورت اسم خاص در آورده. یکی همین مولاناست و خود مولوی و مثنوی، چون مثنوی شعری است که در واقع در هر بیتی قافیه عوض میشه ولی وزن ثابته. مثنوی یعنی دوتایی، یعنی دو مصرع دو مصرع عوض میشه. و شاهنامه فردوسی مثنوی است، بوستان سعدی مثنوی است، بسیاری از کارهای عطار سنایی اینا مثنوی هستن. اما امروز وقتی میگوییم مثنوی، شده از اسم خاص بر مثنوی مولوی یا مولانا. اسم خاص شده است در حالی که مثنوی است. یکی هم همین، این دو چیز رو این مرد خاص خودش کرده. حالا ایراد شما وارد نبود عزیزم. من مدتی تا بوده حدود 4 ساله که دارم شاهنامه رو مطالعه میکنم و یه مشکلاتی در این مطالعه پیدا میکنم که به کتاب لغت مراجعه بکنم مشکلم حل نمیشه. بفرمایید. خواستم ببینم امکان مکاتبه با شما هست، نشونی داشته باشم سوالاتم رو خدمتتون بفرستم، یا اینکه پیشنهاد دیگه دارید راه دیگه هست برای که به من. عزیزم شما میتونید به من ایمیل کنید. ایمیل کنید، ایمیل من هست، میتونید. بله، ایمیل مخلص. اجازه بدید دو تا سوالات رو بعد کنم. بفرمایید. در جنگ سهراب گردآفرید که میگه زدوده خران آنگهی در ربود. بله. یکی دیگه چشم خروس. نه زدوده چی؟ دوده. نه دوده نیست. زدوده سران آنگهی در ربود. نه هم به کردار دود. زدود سنان یعنی سنان براق پاک و تمیز شده. متوجه هستی عزیزم؟ زدودن یعنی پاک کردن. زدوده حالت مفعولیش سنانی که یعنی نیزه‌ای که پاک و درخشان بود. متوجه هستید؟ زدود چشم خروس. جان یکی دیگه چی بود؟ چشم خروس. چشم خروس بیتو بخونید. الو هلو. بفرمایید. بیتو بخونید عزیزم، چی بود؟ بیتو ندارم متاسفانه. خب مورد چشم خروس چند جا برخورد کردم باش. یکی دیگه کسی چشم دین را به سوزن ندوخت. این رو متوجه نشدم یعنی چی؟
کسی چشم دین را به سوزن ندوخت؟ با گیتی به دستم نخواهم فروخت، کسی چشم دین را به سوزن ندوخت. این از کجا آوردین؟ فردوسی؟ نه، این از فردوسی من ندیدم هم چیزی در داستان رستم و سهرابه؟ بکنم، نه، رستم و اسفندیار بنادرم باشه. یه بار دیگه بخونی. دو گیتی به رستم نخواهم فروخت، کسی چشم دین را به سوزن ندوخت. بسیار خوب، چون وقت ما تمامه من همین الان خدمتتون عرض میکنم، از تیوی توجه کن. دو گیتی به رستم نخواهم فروخت، بکنم اینجور خوندی، کسی چشم دین را به سوزن ندوخت. یعنی این که من عقیده بر این دارم و برهانم که دو گیتی رو نفروشم رو با رستم عوض کنم. یعنی ارزش رستم برای من از این دنیا و از اون دنیا بیشتر است و این بینش من هست و دیده اعتقاد و دیده ایمان رو نمیشود دوخت. یعنی چه؟ یعنی که من از عقیدم بر نمیگردم. شما دوست عزیز میتونید به من ایمیل کنید، این شاهنامه خواندن یک آشنایی میخواد به لغات و مصطلحات و اینها و شخصیت شناسی و این چیزا، که دچار اشتباه نشوید. خیلی خوشحال میشم که با من در تماس باشید، با شما صحبت کنم. درود بر شما. که چندین هزار بیتش حذف کرده به میل خودش، مثل همون حافظی میمونه که آقای الهی خمشه‌ای به میل خودش 2-3 هزار تا کلمش عوض کرده. من میخواستم ببینم این شاهنامه هر کس بیاد که یه مقدار چندین هزار بیت حذف شده از شاهنامه، نظرتون رو میخواستم سوال کنم. ممنونم. خیلی ممنونم. شاهنامه این استاد جنیدی رو برای من فرستادن، من برایشون منتها درجه احترام رو دارم و این در این باب اشتباه میفرمان. یعنی هر چه باب ذوق جناب جنیدی نبوده، گفته این از افزوده هاست. عزیزم ما این کارو نمیتونیم انجام بدیم، از کوچ ما این اختیار رو نداریم. آقا نسخه های 600-700 ساله است، ما نمیتوانیم همچی کاری بکنیم. از خودمون بگو این افزوده است، اون افزوده است. هر بیتی به نظر ما عرض میکنن که ناخوشایند آمد یا سست آمد یا هرچه، ما بگوییم که این از فردوسی نیست، این از افسوده هاست. آقا چه افسوده ای؟ قربونتون برم، نفرمایید، خواهش میکنم. ما مطلقا و ابدا مجاز نیستیم که بدون سند و بدون دلیل بتوانیم در یک کلام دست ببریم یا عوض کنیم یا حذف و اسقاط کنیم به قول قدیمی ها، بدون اینکه دلیلی داشته باشیم. اگر اینطور باشه که خب هر کسی شاهنامه خودش رو داره دیگه، معلوم نیست از فردوسی چه باقی میمونه. آقای جنیدی مرد دانشمندی است، ایران دوست بسیار محترمی است، اما نظر باب نظرشون نسبت به این کتاب من باشون موافق نیستم، به دلایلی که خدمتتون عرض کردم. بفرمای قربان. بسیم دوستی درام امارات و شاهنامه خواهر موجز باشه که بقیه هم بتونن سوالشون رو خدمت شما رد کنن. مطلب سوال من این بود که من سالهاست برنامه های شما رو گوش میکنم، ولی چند تقریبا فکر کنم یک ماه پیش بود این حدود، از رتالی یه چیز رو مطلب کردید عجیب اسباب و تحیر رو باید شد، و اون که فرمودید اگر ما حافظان نداشتیم چیزی کم نداشتیم، ولی اگه سعدی رو کم نداشتیم کم داشتیم، در صورتی که حافظ کجا، برد اشعار حافظ کجا، سعدی کجا، اصلا قابل قیاس نیست. من اتفاقا یکی دو جلسه خود از رتاریک
غزلی از حافظ بیتشو خوندید که خیلی هم برای من جالب بود. دولت آن است که بی خون دل افتد به کنار، و نبا سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. و به قول فرمایش خودتون افراد بزرگی مثل مرحوم کسروی تو من این قدرش بیل بیت به اشتباه افتادن. حالا ایشون که ایچی، حتی دکتر حسین علی هروی که تفسیر نسبتا خوبی در مورد حافظ داره، ایشون چهار جلدم هست، شما اگر به اونم مراجعه بکنید میبینید اونم به اشتباه افتاده توی معنی این بیت. یعنی همون برداشت که مرحوم کسروی داشته ایشون کرده. بله اینا... چقدر سنگینه که واقعا خود شما گفتید منم اطلاع نداشتم، و چقدر برای من زیبا بودون به معنی که شما از این چیز با اون تفسیر کامل کردید. من خیلی اسباب تحیرم شد این قضیه از مرد دانشتر شما که حافظ رو دیگه نداشتیم کم نداشتیم، سعدی رو داشتیم کم داشتیم. خیلی ممنونم شما. برم در این باب باید بیشتر صحبت کنیم. سعدی کم داشتیم. بله قربونتون برم. بله خب اگر شما دقت بیشتری بفرمایید، هر شبت که میبینید که صحبت من یه نظر بود دادم، دوست عزیز یک نظر بود دادم. این چیزا سابجکتیوه، این چیزا قضای ابجکتیو نیست. ذوق من در اون لحظه این بود که این کلام رو بگم و گفتم، و فکر میکنم از حقیقت خالی نیست. ما وامدار در باب زبان پارسی تأثیر سعدی بر این زبان ده ها برابر حافظ بوده، خلاف اون چه فرمودید. و این مایه سخنان سعدی که در زبان ها رایج است، در واقع ما به زبان سعدی صحبت میکنیم، آنچنان زبان رو استوار کرده و شست رفته و فصیح به همه کس فهم، و به لحاظ جامعیت کار سعدی خیلی خیلی جامع تر است. و این هم عرض میکنم که مطلب سابجکتیو است. حالا بعد در بابش حتما صحبت میکنیم، خیلی هم بحث جالبی است. بله اون بیت هم حافظ هم که فرموده است که شما دو جاش رو غلط خوندید، دو تا در دو مصرع دولت آن است که خون بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل حور جنان این همه نیست. وقت ما در اینجا تمام شد. هموطنان گرامی، از دوستانی که روی خط آمدن بسیار سپاسگزارم، از هموطنانی که روی خط هستن عذر میخوام به خاطر اینکه وقت ما تمام شد. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.